شما باید بیایید بگید به عنوان ولیعهد ایران که قسم به پادشاهی خوردید، وصیت پدرتون و تمام مسائلی که کشور ما در این اوضاع احوال بهش نیاز داره، آقا پادشاه هستید یا نیستید؟ به عنوان یک فردی که میخواید برید پادشاه رو مملکت، هستید یا نیستید؟ این باش گوش و موش و گربه ها و این بازی ها و آسه 30 سال گذشته اعلیحضرت، 30 سال. شما فردا صبح بیا بگو من نیستم به عنوان پادشاه، من در عرض کمتر از 2 هفته به شما میگم چند نفر آدمایی که میتونن بیان ادعا کنن بهترن بعد از اینکه شما گفتین نیستن، صف میکشن. نه برای پادشاه، یا پادشاه یه نفر شماست. میگه من حتی به همه میگویم اگر امروز کسی مناسبتر از من پیدا میکنید که این نقش را بهتر از من ایفا میکند معرفی کنید، که در آن صورت من اولین کسی هستم که دنبال او خواهم رفت. تکرار میکنم شاهزاده، این حرف رو 20 ساله دارید دیر میزنید. 10 سال پیش میگفتید این حرفی که شما دارید میزنید یعنی من نیستم، من اون پادشاهی که شما میخواهید نیستم. یعنی چی اگه کسی رو بهتر از من پیدا کنید؟ مگه شخص دیگری میتواند به غیر از شما پادشاه برای ایران باشد؟ منظورتون شخص دیگری بهتر از شما برای مقام ریاست جمهوری به اندازه موهای سرتون هست که اصلا شما کوالیفیکیشن هیچ کدومشون رو ممکنه نداشته باشید. برای پادشاهی، پادشاهی پارلمانی، تنها یک نفر ایرانی با شناسنامه وجود داره، اونم رضا پهلوی است. چون کسی رو بگم در آن صورت من اولین کسی هستم که به دنبال او خواهم رفت و الا من در صحنه هستم. در صحنه به عنوان چه المنتی هستی شاهزاده؟ و الا من در صحنه، یکی رو پیدا کنین از من بهتر باشه من میرم دنبالش، اگه نه و الا من در صحنه هستم. شاهزاده دیگه نمیشه بعد از 30 سال در صحنه به این طریق بود. بعد از 30 سالی جواب نیست. امروز به شکل فعال دنبال تشکیل یک مرکزیت رهبری هستم. I love you. درود به شرفتون پادشاه. ولی این تشکیلات رهبری داریوش همایون و شاهین فاطمی و باقر پرهام و نمیدونم فرخ نگهدار و رینگول و فنگول و دادن کنفدراسیون و تودهی و اکثری، همه اونا مثلا ما هم همه این پشت میشینیم ناظر باشیم شما بری رئیس جمهور. شاهزاده دنبال این گونه رهبریت ها نرید. من میدونم اون برای بچه های حزب مشروع اداری و شمایون و تودهی و اکثریتی و این میتینگ هایی که شهریار آهی و این و اون و اون و اون و اون و اون و اون گشتن بازی به کجا داره میره. تو مو میبینی؟ تو که داری منو میبینی؟ من پیچش مو. امروز به شکل فعال دنبال تشکیل یک مرکزیت رهبری هستیم. میبینیم که در سراسر این سخنان آقای نوری علا میگه هیچ صحبتی از پادشاهی نیست و این اصطلاح جای خودش رو به رهبری، اون هم به صورت ایجاد یک مرکزیت رهبری داده و آقای رضا پهلوی در برداشت من یعنی آقای نوری علا اکنون فکر میکنه که ملت ایران
پس از انواع و اقسام تجربه های 30 سال گذشته بالاخره مصمم که شده که حکومت اسلامی رو براندازه و برای این کار احتیاج به یک تشکیلات رهبری کننده داره و چون کسی در این زمینه قدم پیش نمیذاره انگوش‌ها همه به سوی ایشون اشاره میکنن و ایشان هم آماده شده که در این مورد دست به اقدام لازم بزنه. او تا آنجا پیش میده که میگه توجه مردم به من حاصل فقدان داوطلب مناسب دیگری است. اگر امروز کسی مناسب تر از من پیدا میکنید که این نقش را بهتر از من ایفا میکند معرفی کنید، که در آن صورت من اولین کسی هستم که دنبال او خواهم رفت. میدونید دوستا این حرفا چرا زده میشه؟ شاهزاده حق داره. شاهزاده تنهاست. تنهاش کردن، تو کورنرش بردن، دورش رو گرفتن، برای که ما مردم نبودیم، فقط اونایی که United Nation Pay More Attention این دوزاری همه بودن، همین 200-300 تایی که هنوزم هر روزم عصایی شدن دیگه. شما مردم نبودید، شما مردم هم حق دارید، خونه نشینتون همین رسانه ها کردن، همین شالاتان بازی ها خونه نشینتون کردن. من الان بگم فردا میخواهید برید رأی بدید، به کی رأی میدید؟ این تلفن آتیش میگیره، همتون میگید رضا پهلوی پادشاه ایران، نه محمد ظاهر شاه ایران، نه رئیس جمهور ایران. ما باید 30-40-50 هزار نفر جمع بشیم، یه چتر درست کنیم، نامش رو بذاریم سنگر آریامه، پشت پادشاهمون محکم بیستیم، به دنیا بگیم ما مردم ساده طرفداران ایشون و پادشاهی هستیم و به مردم در ایران نیرو بدیم. برامون دارن نقشه میکشن ها، کشیدن ها. شاهزاده ملت ایران که دیگه کاتولیک تر از پاپ نمیتونن بشن. اگر شما خود تن به رضایت دادی که پادشاهی دیگه نمیتونه برگرده، بزرگوار انگلیسی اومر گفتن نمیشه و شما را هم گفتن یه دوره دو دوره رئیس جمهوری، اون رئیس جمهور به درد کشور ما نمیخوره، خصوصا اگر شما باشید. من اولین کسی هستم که جلوش میستم. شما پادشاه مایی، شما تعهد داری به ملت ایران. اگر نیستی نمیخوای باشی، بیا الان بگو. هر روز بگذره اگر نخوای باشی، تصمیمتو گرفته باشی یا با هم با دیگران، این خیانت هر روزش بگذره. این حرفایی که من دارم میزنم تاریخیه. نه مماشاتگرانی که یه روز اینترویو با شما میکنن بهت حمله میکنن، یه روز دوباره میکنن بهت لاف میدن، این بازیایی که در فرنگ کثیف ما بوده. من حرفای دل مردم رو دارم بهت میزنم. پادشاهم، اگر 5 سال پیش 10 سال پیش به این نتیجه رسیدی، 10 سال این بازی طول کشید، این 10 سال واژه خیانت بارش سنگینه، ولی مهر و محبت به مردم ایران هم نبوده، خصوصا اونایی که شما تو قلبشون پادشاهشونه، میراث آریا مهر هستید. ممکنه شما بگید 1000 جور به زبون بی زبونی گفتم نیستم برای پادشاهی، شماها نمیخواید درک بکنید. ما کودن هستیم، عشقمونم زیاد از حده، باید بیای جلو بگی من برای پادشاهی 30 سال زحمت کشیدم، حالا میام میریم ببینیم مردم ما رو میخوان یا نه. چرا اینو نمیگی؟ به گور پدر داریوش و همایون و هر چی بی پدر و مادر آشغال مثل اون چمدون کشای اروپا، سکای کثیف نجاست کنن. خیلی زود باید تکلیفمون روشن شه. برای همین من به این نتیجه رسیدم ما طرفداران
پادشاهی، ما عاشقان خاندان پهلوی، ما تمام کسانی که حاضریم جونمون خونمون رو بدیم رضا پهلوی، شاهزاده رضا پهلوی، رضا شاه دوم بیاد بره تو کاخش بگیره بشینه یک پادشاهی پارلمانی. ما باید الان دور هم جمع بشیم.